رجوع به داستان آن کمپیر چون عروسی خواست رفتن آن خریف موی ابرو پاک کرد آن مستخیف پیش رو آینه بگرفت آن عجوز تا بیاراید رخ و رخسار و پوز چند گلگونه بمالید از بتر سفره رویش نشد پوشیده تر عشرهای مصحف از جا می برید می بچفسانید بر رو آن پلید تا که سفره روی او پنهان شود تا نگین حلقه خوبان شود عشرها بر روی هر جا می نهاد چون که بر می بست چادر می فتاد باز او آن عشرها را با خدو می بچفسانید بر اطراف رو باز چادر راست کردی آن تکین عشرها افتادی از رو بر زمین چون بسی می کرد فن و آن می فتاد گفت صد لعنت بر آن ابلیس باد شد مصور آن زمان ابلیس زود گفت ای قهبه قدید بی ورود من همه عمری نیندیشیدم نز جست و قهبه این دیدم تخم نادر در فضیحت کاشتی در جهان تو مصحفی نگذاشتی صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس ترک من گوی ای عجوز ای درد بیس چند دوزی عشر از علم کتاب تا شود رویت ملون همچو سیب چند دوزی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا رنگ بربسته تو را گلگون نکرد شاخ بربسته فن ارجون نکرد عاقبت چون چادر مرگ رسد از رخت این عشرها اندر فتد چون که آید خیز خیزان رحیل گم شود زان پس فنون قال و قیل عالم خاموشی آید پیش بیست وای آن که در درون انسیش نیست سیغلی کن یک دو روزی سینه را دفتر خود ساز آن آینه را که ز سایه یوسف صاحب قران شد زلیخای عجوز از سر جوان می شود مبدل به خورشید تموز آن مزاح بارد برد العجوز می شود مبدل به سوز مریمی شاخ لب خشکی به نخلی خرمی ای عجوز چند کوشی با قضا نقد جو اکنون رها کن ما مزا چون رخت را نیست در خوبی امید خواه گلگونه نه و خواهی مداد